مولوی عیاض نیازی که چند روز پیش شیعه ها و هزاره ها را اخطار داد چگونه یک فرد هست؟ با او بیشتر آشنا شوید. چند روز قبل مولوی نیازی هزاره ها و شیعه ها را اخطار داده بود و گفته بود که خانه های شما را آتش زده و خودتان را نابود میکنم. جالب اینجاست که نیازی خودش را مسلمان واقع و مجاهد میخواند که به خاطر منافع اسلام و مردمش میجنگد. در اینجا سخنان آقای رضایی یکی از دوستای ما رو منتشر میکنه که فعلا در آلمان هست و یکی از مخاطبای سنترال افغانستان و پیام صوتی برای ما فرستاده است و قصه های از جنایت های این آدم را برای ما شما بیان میکند. از تجربیات خودش و چشمدید های خودش میگوید زمانی که مولوی نیازی به عنوان والی طالبان در بلخ ایفای وظیفه میکرد. به قول آقای رضایی این آدم بسیار بزدل و ترسو است و هرگز توان مقابله در برابر ما را هم ندارد. به هر صورت اینم شما اینم حرفای آقای رضایی، امیدوار هستم که تا پایان با ما همراه باشین. اگر شما هم گفتنی های دارید لطفاً گفتنی هایتان کلیپ ثبت کرده برای ما روان کنید، حتما ما منتشر میکنیم. بله نصیر جان، سلام علیکم، صحت و خوب بخیر هستین برادر. ما یک پیام کوتاه داشتم به ارتباط دمی کلیپ ویدئوی پسانی که کشیدین به ارتباط منان نیازی. همی آقای نیازی که گپارا که زده است که خودتان پخش کردین، همی آقای نیازی یک بار فکر بکنه که ای با تمام مردم با حساب بازی میکنه، با سرنوشت تمام مردم بازی میکنه. ای یک بار یاد خدا بیاره در سالهای قبل که آمده بود در مزار شریف، ای در مزار شریف چی کارهایی که نبود که نکد، ای با کیها آمده بود یادش یک بار بیاره که با فاطمیون بودک یا با پنجابی های پاکستان که داخل شدن. دستور از پنجابی های پاکستان میگرفت، خود از این منعیس والی شهر مزار شریف شده بود. آیا کی کروکی شهر مزار شریف داد برای از این که به حساب مردم اهل تشیع در کجا زندگی میکنه؟ در سیدآباد مزار شریف که ایره به نام قماندان گرگرای یکی از بلخ بود که برای زی آدم آورد گرفته، که روز دومی که اینا داخل مزار شدن که اینا امر کرد که برین سمت سیدآباد. بعد از او که سمت سیدآباد مزار شریف رفتن، اینا چی کاری که نبود یک بچه 14 ساله رو در داخل مسجد به شهادت رساندن که اینا مردمی هستن که به حساب بت پرست است. به خاطر چی او طفل معصوم پشت یک سطل آب آمده بود، ازاره بود. ای امر دستوریش داد که باید ازاره را نمانند بکشن. ای در روزه شریف که آمد با زبان خود صدا کرد، کل مردم مزار جمع کرد که با نفرای خود دستور داد که هر کس اگر یک شیعه را میکشه غازی است، اگر از دستش کشته میشه اینا به حساب به بهشت میره، اینا به حساب همه چیزش برشان معیاست. اینا تا کی این کارا میکنه؟ تا و کی این معامله را میکنه سر مردم مظلوم بیچاره؟ این معامله است که اینا پشت پرده خود از اینا با هزارهان گروه گرفتار هستند، با هزارهان مردم به حساب با مملکت های دیگه به حساب اینا خرج و مخارج خود از کجا میکنن؟ یک بار از این پرسان کنه. اگر این آقا خیلی که به حساب سر خود اعتبار داره، اعتماد داره، چرا در بین مردم نمیتونه آمده ای؟ بیاید در بین مردم اینا بیشینن، با مردم بگه که ما واقعیت اسلام هستیم، ما واقعیت آزادی میخواییم. خانه های مردم را گرفتن در مزار شریف، اینا همون مرده هایی که به حساب اینا از بین رفتن، سانی که به حساب از گروه های از اینا از بین رفتن، آیا در بین از اینا ایت نفهمیدن تا امروزی روز که بگو عرب بود در قاطعه ازی، پنجاب پاکستان بود در قاطعه ازی، حتی چچنیا بود در قاطعه از اینا، با همون زمانی که خود آقای نیازی والی مزار بود با سه روز بعد اینا شکست خورد با همین رای قسمت تنگی مارمول. اینا های از این را فرار نکدن، معامله نکدن اینا که اینا فرار کردن از اینجا. شما اینا تا به کی این رقم قوم جنگی را میپرتن؟ تا به کی بده که اینا به سر مردم این رقم میزنن؟ ما برای تمام ملت افغانستان، به تمام برادرای پشتون، تاجیک، ازبک، ترکمن، ایماق،
همه ملت میگم اینا کسان هستند که خود از اینا معامله میکنن، خود از اینا به حساب با اراده خود نیستن. آیا همیاد همی جنگ های روزمره از ایره هر چیزی را کی میتن؟ هیچ کی نمیفهمه. آیا به حساب این خرچ ایش خرچ این جنگ خرچ نداره؟ اینا تا به کی رقم دروغ میگن؟ تا به کی بسه که اینا خود تمام نماینده همه ملت های اینا خود شما میشمارن؟ آره اینا میخواین قوم جنگی را در راه پرتن. والله قسم است که اگر چی ملا نیازی باشه چی دیگر رهبرا باشه، هر کی با همین شیوه پیش میره هیچ که قبولش نداره بر افغانستان. به افغانستان چی که بیرون از افغانستانم با میلیون ها میلیون ها جوان ها فرار کرد از دستی از اینا. آقای نیازی با همی شاروالی مزار، با همی چمندای شاروالی مزار، با پنجابی ها شیشته بکو در روی زمین بسه که اینا بسه که ملاقات نمیکدن. اینا میگو میز و چوکی آرام است، تلویزیون ها را از خانه ما مردم اینا پایین قلاج نکدن، اما در دفترش به حساب صد ها دانه تلویزیون بسه که زیر پتوا پتکدگی بود مردم ها دید. آمیدی همین مردم های قزلباش مزار رفت دیدن از اینا که ما تا با کهی رقم نسل کشی میکنین، تا کهی رقم میکنین؟ آمیدی اینا تا با کهی رقم نده خود نمیگیرن. والله قسم است که خودی از این بازه که کدی فاطمین دست داره دروغ میگن که بازه که نه ما این رقم بخاطر از این که اینا برای خود یک پرده میمانن که بان که بازه که ما را کس نفهمه. آمیدی اینا اصلا در بند این ملت و این بیچاره و مظلوم نیستن. آمیده اینا خیلی کارایی کردن که به حساب هیچ کسی به کو پوتو پنهان کردن نمیتونه. ولی افسوسی اینجاست که او برادرای غیر کسانی که به حساب کو دیم چیزا دخیل نیستن، هوشیار باشین، با خبر باشین که این مردم اصلا بندواز هیچ چیزی نیستن، بندواز منوتون نیستن، بندواز کشورهای بادرای خود هستن، چی ایران چی پاکستان چی امریکا هر کسی که باشه بندواز او کس هستن. چرا پول مخارجشان میرسن؟ آیا آقای نیازی در کلی کوی بده سه که ایراد رفته شیشته این نان عویش از کجا میه؟ این خرج مخارجش از کجا میه؟ صد نفر دو صد نفر دگیت خود جمع کده آیا این را که ما شما متوجه شدیم؟ ما این را برادر از طریق خودت به حساب میخواییم که این را به حساب ثبت کنی با پشت خط بانی که مردم بیچاره و مسکین از هر قومی که از اینا دیگه جنگ انداختن نمیتونه ما شما را. روز سوم که اینا امر جنگ داد بر علیه مردم هیچ نیروی نبود، کلگی امی کسانی که رهبر خود میگیرن امروز در کابینای دولت هستن. قسم به خدا یاد میکنم که یکی از اینا وجود نداشت. امی مردم مظلوم بیچاره بسه که به دست خود سلا داشت، هر کس در خانه خود سلا داشت، اینا رو امی مردم بیچاره و مسکین از شار کشیدن. وقتی که اینا فرار کردن اینا باور کنین کسانی در بین از اینا به صدها نفری از اینا دستگیر شد که والله نه زبان پشتو را میفهمید نه دری را میفهمید، اینا اصلا با یک زبانهای دیگه صحبت میکردن. حتی کسانی را ما پیدا کردیم که اینا به حساب دقات گندمزارا ریش خودم میکندن که ما را نفهمید که ما طالب هستیم. آمیدی با اینا با وجودی امینا رفتن اینا سمت از نابلتی رفتن سمت تنگی شادیان و تنگی مرمول. باور کنین که اینا را بسید که اسیر گرفتن، امی سید اسد خدای بیامر زنده بود اینا را اسیر گرفتن، آمیده اینا را معامله کردن امی مردم را. بازم اینا بسید که میخواین که دامن بزنن در ایگه پا، بازم میخواین که به حساب آیا این پنجابی های پاکستانی رو هیچ کس ندیده بود که امروز آقای مولوی نیازی با بسیار صدای بلند میگه که من خانه مردم های هزاره و شیعه را در میتم. شرم برید خوب چیز استک برید، والله شما عیا ندارین، والله با بالله ایسا که خانه خود ما مردم بسید که شما بند انداختین میمون خانه جور کردین، خانه رسولی برات روبری مسجد سیدوکان بگوین که در دستتان نبود، خانه شخصی یک تجار هر بلند منزله که میدیدین میگفتین که یه از قماندان هستن. کدام قماندان؟ اصلا شما در عمرتان نیده بودین، شهرنشینی رو نیده بودین، شما در کوهستان بودین، آلی آمدین بسه که هر کس زندگی خوب داشت میگفتین به رقم. حتی باید که گفتی مردم ها بکن میزدین که یا تفنگچه بر یا بسه که پولیش بریم و 60 لک روپه بیته. یه کارهایتان یاد مردم نرفتن. آمیده و ما این پیام به خاطر از این ماندم که او مردم تاجیک، ازبک، ترکمن، پشتون،
او برادرها، شما نباید دیگه گپا بازی بخورین. شما نباید بسه که ما شما جوان هستیم، نباید بسه که به گپای از این مردم ها بازی بخورین. والله ای که امی هر کی بگه من رهبریتان هستم، رهبر ما شما کار نداریم. ما شما عقل و منطق باید داشته باشیم. دوستان عزیز، این بود سخنان سید نوراغا رضایی که از آلمان برای ما فرستاده بودن. آقای رضایی همونطوری که شما از حرفش هم شنیدین، آقای مولوی نیازی را یک آدم شرارت پیشه و در عین حال بزدل میخواند. او میگوید که وقت در مزار شریف آمد فقط هزاره و شیعه گفته، دست به قتل عام میزد و اما در زمانی که در برابر بچه های ما قرار گرفتن خیلی زود فرار کرد و با گفته بعضی ها طور فرار کرده بود که خیلی از افرادش ریش خود میکندن تا شناسایی نشود و به دست ما نیفتد. دوستان عزیز، شما اگر گفتنی داشته باشین، بخصوص اگر کلیپ برای ما ثبت کنید، برای ما از طریق واتساپ روان کنید، خوشحال میشویم. از اینکه با ما همراه بودین جهان سپاس. لطفاً به خاطر حمایت از ما چنل ما رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندهید.